گفتگو میکنم با آسیا امینی، تحلیلگر مسئله اجتماعی از نروژ. خانم امینی سلام میکنم به شما. این برخورد خشونتبار یه ناظم با دانش آموز دختر به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری از چه وضعی در نظام آموزشی ایران به ویژه چه فشارهایی بر کودکان خبر میده؟ درود به شما و همه بینندگان این برنامه. فکر میکنم که این دومین بار هست در دو هفته اخیر که ما راجع به تنبیه بدنی دانش آموزان صحبت میکنیم و حالا این بار به طور مشخصتر دانش آموزان دختری که موضوع تنبیه بدنیشون هم حجاب هست. ماده 77 آیین‌نامه اجرایی قبلا هم گفته شده بارها که به صراحت هر گونه تنبیه بدنی از طرف مربیان، معلمان و اولیای مدرسه رو علیه بچه ها و دانش آموزان ممنوع میکنه. حالا اینکه چرا این اتفاق میشه و این اتفاق تکرار شونده هست و بدتر از همه چرا به بهانه چیزی مثل به هر بهانه ای البته باید جلوش ایستاد، ولی بهانه ای مثل از سر افتادن مقنعه از سر یک بچه 11 ساله، برای اینه که نظام آموزشی ایران خارج از نظام سیاسی اجتماعی کلی نیست. در این نظام سیاسی اجتماعی کلی حکومت از هر خشونتی داره استفاده میکنه که در مقابل اون مقاومت مدنی که مردم برای سرنگذاشتن به دستور رعایت حجاب و مجازات هایی که براش تعیین شده انجام میدن، داره تلاش میکنه که با این خشونت ها اون رو بشکنه، این مقاومت رو بشکنه. و خب دیدیم که مدارس یکی از مهمترین مکان های این مقاومت مدنی بودن. صدای اعتراض دانش آموزان در دو سال گذشته از بلند ترین صداهای معترض در داخل ایران بود و باز دیدیم که کسی مثل رهبر جمهوری اسلامی به صراحت گفت شما با تنبیه، در واقع مجوز تنبیه رو ایشون صادر کرد که با تنبیه میتونید جلوی این نوجوان‌ها رو بگیرید. خب نتیجه چنین مسئله‌ای که دستور ایشون حتی بالاتر از قانونه برای بسیاری از مطیعانشون، برای بسیاری از مریدانشون، نتیجه همین اشاعه خشونت در سطح مدارس میشه، برای اینکه هیچ نگاه دیگری نیست که مراقبت بکنه از حقوق کودکان، هیچ صدای دیگری نیست، جامعه مدنی وجود نداره، مدعی العمومی وجود نداره که بیاد از حقوق بچه‌ها در برابر پرقدرت‌ترین صدای سیاسی محافظت کنیم. وظیفه والدین چیه تو اینجور مسائل؟ اگر که حالا مثلا ضرب و شتم خشونت در مورد حجاب اجباری، والدین پدر مادرها چی کار میتونن بکنن؟ به نوعی تنها امید شاید هست، تنها امید این که بتونن از حقوقشون دفاع بکنن. من این رو هم باز بگم، با وجود همه این توجیهاتی که من گفتم، یعنی این نظام سیاسی اجتماعی هست که در داخلش اون نظام آموزشی میتونه چنین خشونتی رو روا بداره، اما ثبت شکایت یکی از مهمترین اقداماتی هست که این خانواده ها میتونن با وجود همه این توجیهات در واقع انجام بدن، به دلیل اینکه قانون به هر حال در این زمینه پشت اونها استاده. ثبت شکایت نشون میده که در واقع این خشونت وجود داشته و افراد موظفن که اون رو پیگیری بکنن، حتی اگر امیدی به نتیجه گیری که انتظار دارن نرسیده باشن، اما به هر حال بخشی از اون مقاومت مدنی میتونه اعتراض خانواده ها و شکایت علیه مجریان اون باشه. خانم امینی خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه.